روزک صادقی، روزنامه‌نگار از پاریس با ماست. وقت شما بخیر. دولت عراق تو چند روز گذشته چه مواضعی در قبال ترامپ داشته و آیا همکاری با جمهوری اسلامی ممکنه که به اعمال تحریم‌های بیشتر در عراق منجر شه؟ ببینید، یک مسئله کاملا به وضوح وجود داره، اونم اینه که در وقتی شما یک نگاه میکنید به رسانه‌های عراقی از یک طرف، به اظهار نظر چهره‌های کلیدی، چه افرادی که در دولت السودانی هستن، چه چهره‌هایی که در جناح‌های مسلح و جناح‌های سیاسی شیعی هستن، این آشفتگی رو در اونها کاملا به وضوح میشدید، به این دلیل که دونالد ترامپ مجددا در آمریکا به قدرت بازگشته. دو نکته بسیار مهم، همونطور که شما بهش اشاره کردید، اینجا برای عراقی ها تبدیل به یک نگرانی جدی شده. یکی گروه های مسلح هستش، اینکه حملات اونها همچنان ادامه داره به اسرائیل و همچنان تهدیدات خودشون رو در عراق افزایش دادند. همین امروز اونها یک سری گزارش ها و بیانیه ها منتشر کردن که چند حمله رو به خاک اسرائیل انجام دادن. مسئله دوم اقداماتی هستش که دولت السودانی در 4 سال گذشته در راستای حالا قاچاق دلار و کمک هایی که از طریق بانک ها به جمهوری اسلامی ایران شده بود، این رو حتی یک منبع در دولت عراق به رسانه های عراقی گفته. ظاهرا اونها آمادگی این رو دارند که دولت دونالد ترامپ به این دو دلیل اصلی اونها رو مورد تحریم قرار بده. حالا اینا بخشی از نگرانی هایی هستش که وجود داره. ما در چند روز گذشته به وضوح هم از طرف یعنی کمیسیون روابط خارجی در پارلمان عراق و هم کمیته روابط دفاع و امنیت عراق، یکی از اعضای اونها روز گذشته در اظهار نظرهایی که حالا گفتگوهایی که با رسانه‌های عراقی داشته گفته که نکته دیگری که وجود داره اینه که احتمال این وجود داره دونالد ترامپ فشار خودش رو و کابینه اون و تیم اون فشار خودش رو به دولت عراق افزایش بدن، از این جهت که حتی ممکنه این توافقی که قرار بر مبنای اون سال آینده نیروهای آمریکایی از عراق خارج بشن، این توافق لغو بشه. اما مسئله فقط این نیست، اینکه دولت عراق خودش رو آماده کرده به دلیل فعالیت گروه‌های مسلح و اینکه خود این گروه‌ها حتی از جناح فتح دارن تایید می‌کنن که یک تهدید اینجا وجود داره، دولت ترامپ بخواد فشارهای خودش رو، نظارت خودش رو علیه این گروه‌ها افزایش پیدا بکنه. یک نکته دیگر هم و جدا از بانک‌ها، نکته دیگری هم که وجود داره اینه که به باور بسیاری از کارشناسان در داخل عراق، اگر دولت السودانی سریعاً خود را از وابستگی به انرژی جمهوری اسلامی ایران نجات نده و شبکه برق خودش رو به کشورهای عربی منطقه و پروژه‌ای که وجود داشت متصل نکنه، این هم بخشی از نگرانی‌هایی هستش که احتمال داره نهایتاً منجر بشه به اینکه دولت السودانی روبروی یک سری از تحریم‌ها از سوی دولت ترامپ قرار بگیره. متشکرم. تروسک صادقی، روزنامه.